در این آموزش با روشی آشنا میشیم که به وسیله اون میتونیم نام انواع داده که در C++ وجود داره رو تغییر بدیم. با استفاده از دستور تایپ دیو ما میتونیم یک نام مستعار برای انواع داده که حالا یا خودمون با استفاده از دستورات استراکت یا یونیون ایجاد کردیم یا برای انواع داده اصلی نام مستعاری رو در نظر بگیریم. اول فرم کلی این دستور رو ببینیم. من در اینجا قبل از تابع مین تایپ دیو رو تایپ میکنم، نوع داده موجود رو تایپ میکنم. بعد از اینکه نوع داده موجود تایپ شد، نام جدیدی رو که براش در نظر دارم رو تایپ میکنم. کلمه کلیدی تایپ دیو، نوع موجودی که در C++ دارم و نام جدیدی که میخوام براش در نظر بگیرم. حالا استفاده از این دستور چه مزیتی داره؟ ما با استفاده از تایپ دیو میتونیم نوع داده هایی که نام طولانی دارن و قرار هست ما در برنامه بارها از اون استفاده کنیم رو تغییر بدیم. مثلا نوع داده unsigned short int یه نام طولانی داره. من میتونم با استفاده از تایپ دیو یه نام مستعار براش در نظر بگیرم. تایپ دیو رو تایپ میکنم. نام نوع موجود رو در اینجا قرار میدم. unsigned short int. unsigned short int رو تایپ میکنم. بعد میخوام که یه نام مستعار براش در نظر بگیرم. من حروف اول رو براش انتخاب میکنم. USHI رو در اینجا قرار میدم. USHI. از این بعد در برنامه من هر جا بخوام از نوع داده unsigned short int استفاده کنم، میتونم USHI رو تایپ کنم و همچون متغیری رو ایجاد کنم. من اینجا USHI رو تایپ میکنم و یک نام براش در نظر میگم. A. میبینیم که این متغیر برای برنامه قابل پذیرش هست و یه مثال ملموس‌تر بزنم. مثلا من در اینجا میخوام برای نوع داده int این کار انجام بدم. تایپ دیو int نوع داده موجود من هست و نام i رو براش در نظر میگیرم. حالا در برنامه هر جا من بخوام نوع داده رو از نوع integer تعریف کنم، کافیه که i رو تایپ کنم و یک متغیر از اون نوع تعریف کنم. اینجا من میتونم i رو تایپ کنم و یک نام برای متغیرم در نظر بگیرم. متغیر a یه متغیر هست از نوع int. اینجا بر من نشون میده که i نام مستعار چه متغیری هست. مزیت دیگه ای که استفاده از تایپ دیو داره اینه که باعث میشه این ویژگی C++ که یه برنامه پورتبل میتونیم باش ایجاد کنیم رو قوت بده. به چه صورت؟ ما میتونیم با استفاده از تایپ دیو وقتی برنامه که ایجاد کردیم رو در یک سیستم دیگه اجرا میکنیم، خیلی راحت بتونیم برنامه رو با اون سیستم سازگار کنیم. در این آموزش با کاربرد تایپ دیو آشنا شدیم و تونستیم نام جدیدی رو برای نوع داده هامون تعریف کنیم.